به نام خداوند بخشنده مهربان. درس های مفید از خطبه حجت الوداع. ستایش مخصوص ذات خداوند است که پروردگار همه جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم خود چنین می‌فرماید: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دین برای شما برگزیدم و گواهی می‌دهم که نیست معبودی بر حق جز خدای واحد ولا شریک، و گواهی می‌دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. خداوند متعال پیامبر خود را با هدایت و دین حق فرستاده تا مردم را از تاریکی ها به سوی روشنایی و از گمراهی به سوی راه راست رهنمایی کند و برایشان راه نجات و خوشبختی دنیا و آخرت را روشن بسازد. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم را به سوی ارزش‌های برتر و الگوی نیک دعوت نمود و پیام و رسالت پروردگار خود را به کامل ترین و نیکوترین صورت آن تبلیغ نمود. پس در طول زندگی خیش با گفتار، کردار و تقریر خود ارزش‌های انسانی را مستحکم نمود. و زمانی که خداوند متعال به پیامبر خود اجازه ادای رکن پنجم اسلام را داد، پیامبر صلی الله علیه و سلم به کوه عرفات در بزرگترین اجتماع بشری آن زمان نزد سنگ‌ها استاد شد و برای یاران و امت خود مناسک حج و ارزش‌های انسانی و اخلاقی را در حال تعلیم می‌داد که نزدیک شدن اجل و انتهای عمر خود را احساس می‌کرد. پس خطبه او صلی الله علیه و سلم شامل درس‌ها و اندرس‌های بسیار و بزرگی می‌شود که روش زندگی همه بشریت را تنظیم می‌کند. و برخی از این درس ها و اندرس ها استحکام مبدأ عدالت و برابری میان همه مردم می باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: ای مردم، همانا پروردگار شما یکی و پدر شما یکی است. آگاه باشید که هیچ عربی بر عجم و هیچ عجمی بر عرب برتری ندارد و نه هیچ سرخ پوستی بر سیاه پوست و نه سیاه پوستی بر سرخ پوست برتری دارد مگر به تقوا و ترس از خداوند متعال. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم تقوا و عمل نیک را معیار و ملاک برتری قرار داده است، همان طوری که خداوند متعال می فرماید: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. ای مردم، بیشک ما شما را از یک مرد و زن آفریدم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یک دیگر را بشناسید. همانا گرامی ترین شما نزد الله پرهیزگارترین شماست. بیگمان الله دانای آگاه است. پس همه مردم در حقوق و واجبشان بدون فرق طبقاتی و تعصب قومی برابر هستند. این امری است که عدالت و اقامت حق تقاضا می کند. خداوند متعال می فرماید: و اذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا و بعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. و هرگاه سخن گویید یا داوری کنید و یا شهادت می دهید، پس عدالت را رعایت کنید حتی اگر در مورد نزدیکان شما بوده باشد، و به عهد و پیمان خداوند وفا کنید. این چیزی است که الله شما را به آن سفارش نموده است تا متذکر شوید. همچنین می فرماید: و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. و هنگامی که میان مردم داوری میکنید با عدالت داوری کنید. در آیات دیگری میگوید: ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى
دشمنی با گروهی شما را بر آن ندارد که عدالت نکنید، عدالت کنید که به پرهیزگاری نزدیکتر است. و همچنین برخی دیگری از این درس ها احترام به خون، اموال و ابرو و حیثیت مردم است. عبدالرحمن بن ابوبکر رضی الله عنه از پدرش روایت می کند که روزی پیامبر صلی الله علیه و سلم بر شتری نشست و شخص دیگری لگام آن را گرفت. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: امروز چه روزی است؟ همه سکوت کردند، حتی که گمان کردیم شاید این روز را به نام دیگری مسمی کند. فرمود: آیا امروز روز قربانی کشی نیست؟ گفتیم: بله. فرمود: پس این ماه چی ماهی است؟ همه سکوت کردیم، حتی که گمان کردیم شاید این ماه را به نام دیگری مسمی کند. پس فرمود: آیا ماه ذی‌الحجه نیست؟ گفتیم: بله. فرمود: همانا خونها، اموال و حیثیت هایتان مانند حرمت این روز در این ماه و در این شهر بار یک دیگرتان حرام است، پس باید این موضوع را حاضر شما بغیر حاضر برساند. پس در این چین موقف پیامبر صلی الله علیه و سلم با چنین واژه‌های بلیغی و با چنین اسلوب زیبایی پیامبری توجه یاران خود را بر خاطر ریزاندن خون و اموال و ابرو جلب می کند و بیان می دارد که حفاظت آنها ضروری و تجاوز بر آنها درست نیست، چون اسلام همیشه به سوی امنیت و آرامی و صلح و برابری دعوت می کند و برای مردم می خواهد تا زندگی آرام و بدون تعصب و برتری جویی و خودخواهی داشته باشند و دستور می دهد که برتری طلبی میان انسان ها در درست نیست، هرچی باشد جنس، رنگ، دین و زبانشان، زیرا شریعت اسلام برابری و برادری و عدالت را برای همه انسان ها تضمین نموده است. خداوند متعال می فرماید: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. و کسی را که الله کشتنش را حرام کرده است جز به حق نکشید. این چیزی است که الله شما را به آن سفارش نموده است، باشد که خیرت ورزید. خداوند متعال قتل ناحق یک نفس را برابر با قتل همه انسان ها قرار داده است، طوری که می فرماید: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. هر کس انسان را بدون اینکه مرتکب قتل نفسی یا فسادی در زمین شده باشد بکشد، چنان است که گویا همه مردم را کشته باشد. و هر کس انسان را از مرگ نجات دهد، چنان است که گویا همه مردم را زنده کرده باشد. و با تاکید بر حرمت خون و جرم پنداشتن تجاوز بر آن، پیامبر صلی الله علیه و سلم در این خطبه از بی احترامی و زیر پا کردن خونها هشدار داده است، چنانچه می فرماید: بعد از من به کفر بر نگردید که برخی تان گردن برخی دیگری تان را بزنید. همان طوری که اسلام تجاوز بر جان را حرام قرار داده، تجاوز بر مال را نیز حرام پنداشته است. خداوند متعال می فرماید: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أي كسانی که ایمان آوردید، اموال یک دیگر را به باطل و از راهی نامشروع نخورید، مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گرفته باشد، و خودتان را نکشید، زیرا الله نسبت به شما مهربان است. همچنین در یک جای دیگری می فرماید: و اموالتان را در بین خود به باطل و ناحق نخورید و به عنوان رشوه قسمتی از آن را به حاکمان و قضات ندهید تا بخشی از اموال مردم را به گناه بخورد، در حالی که شما می دانید این کار گناه است. برای حفاظت از اموال به صورت عام شریعت اسلامی دزدی را حرام قرار داده و برای آن مجازات تعیین نموده است، چنانچه می فرماید: دست مرد دزد و زن دزد را به سزای عملی که مرتکب شدند به عنوان یک عقوبتی از جانب الله قطع کنید، و الله نیرومند و حکیم می باشد. همچنین غصب زمین ها را نیز به هر شکلی که باشد حرام قرار داده. پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید: کسی که به اندازه یک شبر از زمین را غصب نماید، خداوند در روز قیامت از هفت طبقه زمین در گردن او طوق می گرداند. همچنین اسلام تجاوز بر ابرو و حیثیت را نیز حرام گردانیده است. به هر صورتی که تجاوز صورت بگیرد و هر کسی که باشد، بدون فرق میان مسلمان و غیر مسلمان، خداوند متعال می فرماید:
و نزدیک زنا نشوید که کاری بسیار زشت و بد راهی است. همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم غزف زنان محسنه و پاک دامن را حرام قرار داده و از جمله گناهان کبیره غلم داده نموده است، چنانچه می فرماید از 7 گناه و هلاکت بپرهیزید. گفتن ای رسول خدا، آنها کدام ها؟ ان فرمود و بهتان بستن به زنان پاک دامن مسلمان غافل. و پیامبر صلی الله علیه و سلم به صورت کل از دشنام دادن و توهین کردن بازداشته آن را فسق نام نهاده است. می فرماید دشنام دادن مسلمان فسق و قتل او کفر است. و همچنین برخی دیگری از درس های افاده شده دعوت به سوی اتفاق و یک پارچگی و هشدار از اختلاف و تفرق است. پس باید ما متحد و یک پارچه بوده باشیم و همگی به این فرموده خداوند متعال چنگ بزنیم که می فرماید و همگی بر اسمان الله، قرآن و اسلام چنگ زنید و پراگنده نشوید. و همچنان برخی دیگری از این درس ها وجوب تمسک به کتاب خداوند و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد، طوری که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید همانا من میان شما آنچه را گذاشتم که اگر به آن چنگ بزنید هیچگاه گمراهی نمی شوید. آن عبارت از کتاب خدا است و کتاب خداوند متعال معجزه جاودان است. هیچگاه از پیش رو یا از پشت سر آن باطل نمی آید، با گذشت زمان تغییر و تبدیل نمی شود. خداوند متعال با کتاب خود و حدیث پیامبر خود خواهشات و هواپرستی را قطع نموده و اختلاف را نابود ساخته است. خداوند متعال می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، اطاعت کنید الله جل جلاله را و اطاعت کنید پیامبر خداوند را و صاحبان امرتان را، و اگر در چیزی اختلاف کردید آن را به الله و پیامبر بازگردانید. اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید این بهتر و خوش فرجام تر است. و چنگ زدن به کتاب الله و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نشانه ایمانداری و دلیل تقوا است، طوری که خداوند می فرماید نه سوگند به پروردگارت که آنها ایمان نمی آورد مگر این که در اختلافات خیش تو را داور قرار دهند و سپس از داوری تو در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاملا تسلیم باشند. ستایش مخصوص ذات خداوند است که پروردگار همه جهانیان است و گواهی می دهم که نیست معبودی بر حق جز الله واحد ولا شریک، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. برادران مسلمان، بدون تردید خطبه حجت الوداع نخستین کنوانسیون و منشور جهانی برای حفاظت از حقوق بشر پنداشته می شود، چون شامل ارزش های انسانی و حفاظت از کرامت انسانی می باشد. و از مهمترین درس های استفاده شده از این خطبه بیان جایگاه و منزلت زن در شریعت اسلامی می باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای تقدیر و بیان جایگاه زن به حفاظت حقوق او توصیه نموده است، چون زنان خواهران و همسان مردان هستند و حقوق و وجایب میان آنها متبادل است. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید همانا شما بر بالای زنان و آنها بر بالای شما حق دارند. و در واقع اسلام زن را برای اینکه مادر، خواهر، دختر و همسر است تقدیر و احترام نموده و برای او حقوقی تعیین نموده تا خوشبختی او را در دنیا و آخرت متحقق بسازد او و کرامت انسانی او را حفظ نماید. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیده شد چی کسی سزاوار نیک رفتاری من است؟ فرمود مادرت، فرمود باز مادرت، فرمود باز مادرت، و در بار چهارم فرمود پدرت. و در حدیث دیگری فرمود کسی که 3 دختر داشته باشد و بر آنها صبر نماید و آنها را غذا، آب و لباس مناسب بدهد، آنها در روز قیامت باعث نجات او از آتش دوزخ می شوند. و در روایت دیگری آمده کسی که سرپرستی 2 یا 3 دختر و یا 2 یا 3 خواهر را تا جدایی و یا وفاتش نماید او و من در روز قیامت این چنین می باشیم. با کلکی صبابه و میانه خود اشاره نمود. و از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود با زنان رفتار نیک نماید زیرا زن از استخوان کج افریده شده است، همانا کج در این جای هر چیز بالای آن است، پس اگر بخواهی آن را راست نمایی حتما می شکند و اگر در حالت بگذاری کج باقی می ماند، پس با زنان به خوبی رفتار نماید.
پس واژه خیرن مذکور در حدیث واژه عام و جامعی است، دستور می دهد که باید مرد از بلندترین مفاهیم و اخلاق مردی همراه زنان برخوردار باشد. پس ما چقدر نیازمند هستیم تا این ارزش های عالی که میان همه بشریت جمع می کند را تطبیق نماییم، چون در واقع به حق همه بشریت آماده است، طوری که قواعد حقوق به حقوق بشر را مستحکم نموده و مبادی ارزش های اساسی انسانی و اخلاقی را برای مردم ترسیم کرده است تا سبب خوشبختی دنیوی و اخروی مردم گردد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التواب الرحيم.